غزنه پایتخت فرهنگی جهان اسلام. نامه رئیس جمهور کرزی به خانواده دیپلمات کشته شده آمریکایی در افغانستان. زنده بودن دختری که مرده گفته شده بود. غیر قابل پذیرش بودن کره شمالی با عنوان یک قدرت هسته‌ای. با افغانستان یک کشور با داشتن توانایی های بلند اقتصادی. سلام، با مشروح خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 23 ماه حمل سال 1392 هجری خورشیدی و 12 ماه اپریل سال 2013 میلادی است. غزنی بخش از هویت فرهنگی و تاریخی با شکوه افغانستان گفته می شود. این گفته هنگام به واقعیت مبدل خواهد شد که نامگذاری غزنی به نام پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسلام انجام شود و این مراسم نامگذاری فردا برگزار خواهد شد. وزیر اطلاعات و فرهنگ می گوید که در این برنامه وزیران فرهنگ و شمار از فرهنگیان از تمامی کشورهای اسلامی دعوت شدند. درباره تامین امنیت این برنامه وزارت امور داخله از تدابیر ویژه امنیتی خبر می دهد. صالح سادات در این باره گزارش دارد. غزنی شهری که می تواند با داشتن ده ها بازمانده باستانی و نیز آرامگاه چهره های پرآوازه فرهنگی ادبی و تاریخی افغانستان را همچو کشور با فرهنگ دیرینه و با شکوه معرفی کند. لقب پایتخت فرهنگ و تمدن کشورهای اسلامی به روز 24 ماه حمل در مراسم ویژه از سوی سازمان فرهنگی آیسیسکو و یونسکو با حضور شمار از وزیران فرهنگ کشورهای اسلامی، مهمانان خارجی، مقامهای بلندپایه دولت و شمار فرهنگیان کشور به این شهر داده خواهد شد و این برنامه برای یک هفته ادامه خواهد داشت. روز 24 حمل روز افتتاح جشنواره غزنی است و در این روز ما از وزرای فرهنگ چندین مملکت اسلامی دعوت کردیم. این تصمیم در نشست وزیران فرهنگ کشورهای اسلامی از سوی سازمان فرهنگی آیسیسکو و یونسکو در سال 2007 میلادی گرفته شد تا غزنی در سال 2013 میلادی پایتخت فرهنگ و تمدن کشورهای اسلامی نامگذاری شود. I think that the good part about Ghazni being با باور من بسیار خوب است که غزنی در سال 2013 میلادی پایتخت فرهنگ و تمدن کشورهای اسلامی نامگذاری می شود. البته علت این کار روشن است، زیرا غزنی تاریخ طولانی دارد. این کار یک گام بزرگ در راستای معرفی تاریخ، فرهنگ، هنر و ادبیات افغانستان و منطقه خواهد بود. پس از آن که این تصمیم در سال 2007 میلادی گرفته شد، نشست به اشتراک والی، مقامهای محلی و فرهنگیان غزنی برگزار گردید و توافق شد تا کارهای مانند ساخت یک میدان هوایی، یک هتل با معیارهای جهانی، ایجاد یک شبکه رادیو و تلویزیون جهانی، بازسازی بازمانده‌های باستانی، بازسازی موزیم این شهر، ساختن یک سریال تلویزیونی به زبان‌های رسمی کشور و نیز به زبان انگلیسی درباره غزنی تا سال 2013 میلادی انجام شود. اما بسیاری از این کارها تا امروز تنها در ذهن‌ها باقی ماندند. آمادگی های ما جریان داره. از این روز افتتاحیه انشاءالله به شکل احسن ما مطمئن هستیم که تجلیل و عمل بیاریم. بعد از او جشن های ما ادامه داره تا ماه میزان. در کنار این چالش ها ناامنی ها نیز به عنوان یک چالش جدی در برابر برگزاری این برنامه پنداشته می شود. اما وزارت امور داخله از تدابیر ویژه امنیتی سخن می زند. نیروهای امنیتی افغانستان از قبل روی پلان های بسیار قوی مشترک کار میکنه تا این مراسم در یک فضای آرام برگزار شود. نمایندگان غزنی در مجلس نمایندگان به این باورند که تنها نبودی پول عامل کندی کار در این ولایت نبوده است، بل نبود ظرفیت های لازم در نهادهای حکومتی و نبود یک اندیشه ملی برای آماده سازی غزنی باعث شده است تا کارهای با سازی این شهر با کندی روبرو شوند.
هر چقدر بهتر معرفی شوه افغانستان به صورت بهتر معرفی خواهد کرد در این جامعه جهانی به خصوص کشورهای اسلامی. کاخ غزنین، مناره های غزنین، قصر سلطان مسعود غزنوی، مقبره سبکتگین، مقبره سلطان محمود غزنوی، باغ ازار درخت، مقبره صنایع غزنوی، باغ صد هزار، تپه سردار و باغ پیروزی از بخش های تاریخی غزنی به شمار می روند. در این شهر شاعران پرآوازه چون صنایع غزنوی و دانشمندان نامدار چون ابوریحان البیرونی و دیگران زیستند. غزنی در دوره غزنویان از شهرهای مهم جهان اسلام به شمار می رفت و عروس البلاد نامیده می شد. سلطان محمود غزنوی 34 سال جهان گشاییش را در هندستان، آسیای میانه و خلیج فارس از همین شهر برنامه ریزی می کرد. غزنی در قرن 7 میلادی یکی از مهمترین مراکز دینی بودا در آسیای مرکزی بود. باستانشناسان آثار فراوان را که نشان دهنده فرهنگ بودایی هستند از غزنه به دست آوردند. فندکستان و تپه سردار دو محل مهم برجامانده از این دوره هستند که نماینگر فرهنگ و دینی بودایی هستند. رئیس جمهور کرزی با خانواده یک دیپلمات آمریکایی که در افغانستان کشته شد ابراز تسلیت و همدردی کرد. رئیس جمهور کرزی در نامه به خانواده آن سمند گفت کشته شدن این دیپلمات جوان آمریکایی را یک فاجعه گفته است. همکاران این دیپلمات آمریکایی از کشته شدن وی سخت اندوهگین هستند و میگویند که وی به گونه مستقیم با مردم افغانستان در تماس بود و در فرستادن دانش آموزان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان و نیز هنرپیشگان فیلم بچه های بازکشی به ایالات متحده آمریکا نقش کلیدی داشت. آن برای توزیع کتاب‌های آموزشی به شهر قلات مرکز ولایت زابل رفته بود که در یک حمله انتحاری کشته شد. در این باره شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. آن سمن گفت دیپلمات جوان آمریکایی که روز شنبه همین هفته در یک حمله انتحاری در زابل کشته شد. آن 25 سال داشت و 3 سال بود که در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا کار میکرد و در درازای یک سال به افغانستان فرستاده شده بود. این دیپلمات آمریکایی که در بخش روابط عامه سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل کار میکرد، در بخش های گوناگون به مردم افغانستان کار کرده است. بانو آن مدت 8 ماه می شد که به عنوان دیپلمات در سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل برای مردم افغانستان در بخش‌های گوناگون کار می کرد و در این راه جانش را از دست داد. در اینجا همکاران و دوستان آن گرد آمدند و کشته شدن وی را غیر قابل باور می دانند. There are so many different parts of the work that Anne did here and I'd rather آن همیشه مشغول رسیدگی به مشکلات افغان ها بود و همواره تلاش میکرد تا نشان دهد که موضوع ها و داستان های زیاد و مثبت در افغانستان وجود دارد و بر روی آن کار میکرد. وای با مردم افغانستان بسیار متعهد بود و کارهای بهتر را در اینجا انجام میداد. او واقعا برای تامین ارتباطات میان مردم عام و دیگر طرف های دخیل متعهد بود. همکاران آن سامنگاف میگویند که رای آن را برای خدمت به مردم افغانستان ادامه خواهند داد. سلماز شریفی معاون سخنگوی سفارت آمریکا در کابل نزدیکترین همکار آن بود. او میگوید که با آن یک جا به افغانستان آمده است و کار را نیز با هم یک جا آغاز کرده بودند. اما کار آن ناتمام ماند. هنوز من نمیتونم دنیای کاری در افغانستان تصور کنم بدون آن. آن یک محور اساسی در تیم ما بود. رئیس جمهور کرزی با فرستادن نامه‌ای به پدر و مادر آن با آنان ابراز تسلیت و همدردی کرده است. در همین حال برخی از نمایندگان شورای ملی نیز شجاعت این گونه زنان را که با قبول کردن خطرهای گوناگون برای زنان افغانستان کار می‌کنند قدردانی می‌کنند. ما در افغانستان زنان زیادی را داریم که از خارج از افغانستان فعالیت میکنند و هر کدام اینها جان خود به خطر میندازند و شجاعت به خرج میدن برای افغانستان و ارزش‌های افغانستان و ای که زنان افغانستان فریاد عدالت خواهی و برابری خواهی خود بلندتر بکشن فعالیت میکنند برای ما ارزشمند هست و هر کدام اینها اگر از بین ما میرن جای بسی تأثیر هست. این هم مادر و پدر آن هستند که باشندگان شهر شیکاگو هستند. آنان در
برنامه‌ای که بر رسانه‌های آمریکایی فرستادن نگاشتند که احساس آرامش می‌کنند زیرا که دخترشان کارش را دوست داشت. همکاران آن می‌گویند که آن تمامی خبرنامه‌های سفارت و سخنرانی‌های سفیران را نیز می‌نوشت. سرانجام این دیپلمات آمریکایی در هفته پیش در یک حمله انتحاری در ولایت زابل هنگامی که برای توزیع کتاب آموزشی به دانش آموزان این ولایت رفته بود کشته شد و در کنار وی در این رویداد یک تصویربردار تلویزیون شمشاد نیز زخم برداشت. گفته می شود که این نخستین دیپلمات آمریکایی بود که در افغانستان کشته شده است. یک گروه آدم ربا که یک پسر 13 ساله را ربوده بودند از سوی نیروهای پلیس ملی بازداشت شدند. رئیس عمومی مبارزه با جرم‌های جنایی وزارت امور داخله میگوید زنک حدود یک سال پیش گفته شده بود در یک رویداد آتش سوزی جان باخته است، نیز عضو این گروه آدم رباست. وی میافزاید که روشن نیست چه کسی به جای این زن آتش زده شده است تا به خانواده وی سپرده شده است. میلاد سکندری گزارش میدهد. در سیوم ماه هود گروه از آدم ربایان یک پسر 13 ساله را به بهانه اینکه کارمندان واکسین هستند از شهر کابل ربودند. پلیس کابل پس از راه اندازی چندین عملیات برخی از اعضای این گروه را بازداشت کرد. یک میکشال بازو گرفتن مرا گرفت دداله انداخت. یک نفر یک بچه دیگه هم خود انداخت همه تو گفت مرا چوب صدایتا نکش که میکش آمد. جای تثبیت کنیم که اینمی جایی طفل است. کی؟ خانه دومی کریمولا نام است که در ساحه قسمت بی خوشحال مینه ای خانه گرفته. اما در میان این گروه آدم ربا دختر وجود دارد که چند پیش گفته شده بود که در نتیجه آتش سوزی در منزلش از بین رفته است و خانواده وای جسد را به گمان این که این جسد دخترشان هستند به خاک سپردند. سبا شبش بود که رفتم که در یخچال کرایی و چیزا ماندگی بود، من گفتم اینه که پخته کرده تیار کرده، گفت اینه امو شب که دختر فوت کرد از دین شب دیگه. یک شب پیش رفتن از شار برای کسایی که شب آمده بود پس شبی آورده بودن. مادر این دختر هنوز هم باور ندارد که دختر وای زنده است، اما در اینجا با دخترش روبرو می شود. اگر دختر زنده باشه خوش می شی؟ نی بابا مرده. این دختر ادعا دارد که خانواده وی را پدرش مسموم ساخته بود و کسی دیگری را به جای او سوختانده است، چیزی که پلیس آن را نادرست می‌داند. اما قد که دیدم که گفتم بعد باز اون مایی چو قربه خود نفهمیدم چیزه. ای میگه که مرا پدرم از خانه کشید، ولی تحقیقات ما و با در نظر داشته اساسات مسلکی ما اتو فکر میکنیم که قبلا ای امرای از اینمی کریم الله نام اینمی سازماندی ای رکده بود. وزارت امور داخله در تلاش بررسی بیشتر این رویداد است تا کسی را که در این رویداد سوختانده شده است شناسایی کند. افراد مصالح غیر مسئول دیشب یک تن را در منطقه قلعه سمندر حوزه 13 امنیتی پلیس شهر کابل با ضرب گلوله کشتند. تا کنون انگیزه اصلی این رویداد روشن نیست، اما پلیس کابل میگوید که در این پیوند دو تن بازداشت شدند و به جرمشان نیز اعتراف کردند. یکی از بازداشت شدگان یک فرمانده پیشین جهادی گفته شده است. جاوید استانکزی گزارش میدهد. فعالیت های برخی از افراد مصالح غیر مسئول باز هم جان یک تن را در پایتخت گرفت. این رویداد پنجشنبه شب در حوزه 13 شهر کابل رخ داد. این پیکر حبیب الله است، کسی که به علت نامعلوم کشته شده است. او به تازگی ازدواج کرده بود و یگانه نانوور خانه اش بود. میر حسین پدر کهنسال حبیب الله خواهان به کیفر رسیدن عاملان این رویداد است. بی قصاص دیگه دل مسئولان نمشه که متر باشه مرک نا کشت باید قصاص شوی مودی ما مادر سر باشم که ما بینگرم همتر که یه سال میکنه همتر دولت از خدا میخواییم که یه قصاص کنن. از سوی هم شماره از باشندگان این محل از مسئولان امنیتی و نهادهای عدلی و قضایی میخواهند تا در برابر افراد مصالح غیر مسئول به گونه جدی اقدام کنند. قلعه سمندر امی دور اطرافی که هسته همه گزه تا بدندان مسلح، دولت هم یاد داره، همه گی خبر داره. دولت از خود یک حساسیت نشان نمیده. خب در کاکور شب و روز فایر میشن، قلعه سمندر فایر میشن، دولت یک دفعه سوال نمیکنه کی فایر، علتش چی بوده، چرا فایر بجا میشه.
اما آمر حوزه 13 امنیتی شهر کابل می گوید از خانه ای که بر حبیب الله تیراندازی شده است 4 کلاشنیکوف و یک تفنگچه به دست آمده است. افرادی که به این موضوع قتل دستگیر شد به نام محمد تایید است که کاکو بچه کاکه است به نام جبار است، اینا دستگیر شد، اعتراف کردن به جرم خود، اعتراف کردن، قضیه را به تیب به ارگانه کشفی سلام ولی محاکم و قماندانی زون 101 ارسال کردیم. دوزی های مسلحانه به یکی از نگرانی های جدی باشندگان شهر کابل مبدل شده است، چنان که این دومین رویداد قتل است که در شهر کابل در کمتر از 20 روز رخ می دهد. پیش از این یک نفر به نام لمر در پروانه 3 در خانه اش از سوی دزدان مسلح کشته شده است. احمد جاوستانگزی، طلوع نیوز، کابل. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بر آری شدن شبه جزیره کوریا از جنگ افزارهای هسته‌ای تاکید می‌ورزد. جان کری امروز در دیدار با مقام‌های بلندپایه کوریای جنوبی تهدیدهای اخیر کوریای شمالی را به بحث گرفت. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که این کشور کوریای شمالی را به عنوان یک قدرت هسته‌ای نخواهد پذیرفت. پیش از این رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به کوریای شمالی هشدار داده است تا بر رفتار خصمانه‌اش پایان بدهد. همزمان با افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کوریا، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به روز جمعه به پایتخت کوریای جنوبی رسید. جان کری که در یک نشست خبری با وزیر خارجه کوریای جنوبی سخن می‌گفت، تهدیدهای اخیر کوریای شمالی را پذیرفتنی نمی‌داند و از کوریای شمالی می‌خواهد تا بر بنیاد تعهدات جهانیش عمل کند. جان کری می‌گوید که در صورت نیاز، ایالات متحده آمریکا از خودش و متحدانش دفاع خواهد کرد. The United States and the Republic of Korea both want to see. ایالات متحده آمریکا و جمهوری کوریا هر دو می‌خواهند تا گواه یک شبه جزیره کوریای صلح‌آمیز باشند. به این معنا که شبه جزیره کوریا باید آری از جنگ افزارهای هسته‌ای گردد. ما متعهد هستیم تا با کوریای شمالی و دیگر اعضای گروهشش کار کنیم تا کوریای شمالی وادار شود تا بر بنیاد تعهداتی که به گونه آزادانه پذیرفته است عمل کند. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به چین و ژاپن نیز سفر کند و انتظار می رود که وی از چین بخواهد تا از نفوذش برای جلوگیری از اقدامات عصبانی کننده کوریای شمالی کار گیرد. پیش از این دبیر کل ناتو نیز در دیدار با مقام‌های بلندپایه کوریای جنوبی از کوریای شمالی خواسته است تا از اقدامات عصبانی کننده دست بردارد. این درخواست‌ها از کوریای شمالی در حال صورت می‌گیرند که گفته می‌شود این کشور برای یک آزمایش موشکی تازه آمادگی می‌گیرد. در سازه‌ترین حمله نیروهای حکومتی سوریه بر ایالت درعای این کشور 57 تن به شمول 6 کودک کشته شدند. فعالان مخالف حکومت بشار الاسد میگویند که در میان کشته شدگان 16 جنگجوی مخالف و 16 نیروی نظامی فراری نیز شامل هستند. گفته می شود که حکومت سوریه برای کشتن نیروهای فراریش به دو شهر این ایالت حمله کرده است تا آنان اطلاعات را به جنگجویان مخالف افشا نکنند. و بیننده های گرامی، به ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی پس از یک وقفه کوتاه. به ادامه خبرها خوش آمدید. افغانستان از رهگذر موقعیت جغرافیایی یک کشور با داشتن توانایی های بلند اقتصادی در منطقه است. شرکت کنندگان کارگاه آموزشی انستیتیوت ایست وست که به هدف بررسی چالش ها و فرصت های اقتصادی افغانستان در شهر استانبول ترکیه نشست داشتند، میگویند کار بالای زیربناها و به ویژه بازسازی راه تاریخی ابریشم سبب رشد اقتصادی در افغانستان و کشورهای منطقه خواهد شد. ذبیح الله جهانمل از شهر استانبول ترکیه گزارش می دهد. کار بالای پروژه های معادن، ساخت زیربناها به ویژه جاده های بزرگ و شبکه راه آهن، حل مشکلات ترانزیتی و بازرگانی با همسایگان، عملی شدن پروژه های بزرگ ترانزیت برق از راه افغانستان، عملی شدن لازم پیمان های دو جانبه و چند جانبه ترانزیتی و بازرگانی با کشورها، رشد تولیدات و افزایش صادرات از موارد ان که به گفته اشتراک کنندگان کارگاه آموزشی چالش ها و فرصت های اقتصادی افغانستان، با عملی شدن آنها نه تنها که افغانستان از مشکلات اقتصادی رهایی خواهند یافت، بلکه سبب گسترش بازرگانی میان کشورهای آسیایی و اروپایی خواهند شد.
افغانانو ته او د همسایه هوادو مشرانو او سیاستوالو ته دا توصیه کوي چې تاسو باید د خپل سیاسي موقف او د خپل نظامی کرونه لاس واخلئ او د خپل ولسو د اقتصادي ژوندانه د ښه ژوندانه د تامینولو لپاره هغه فرصتونه چې تاسو موجود دي له هغې نه استفاده وکړئ، بغیر د هغه که په دغه پالیسیو باندې او په دغه اصولو باندې تاسو اوس روان اوسئ، دوی فکر نه کوي چې هغه خوشبختي او اقتصادي سعادت او آرامش په دغه منطقه کې ضرور شي. نشست امروزه برای همه ما بسیار مهم بود، به ویژه برای آینده افغانستان. اما درباره ما بگوییم که امارات متحده عربی حمایت کننده قوی افغانستان در بخش ساخت زیربناهاست و خواهد بود، چیزی که تا کنون ما در آن سهم فعال داشته ایم. از وزارت ترانسپورت و بنابردی برای حل مشکلات ترانزیتی و بازرگانی با کشورهای همسایه، بر عملی شدن درست تفاهم نامه ها و نقش قوی سازمان های منطقه ای در حل مشکلات افغانستان با همسایگان تاکید دارد. پاکستان مشکلاتی برای تاجرای ما باقی مانده. این شکل تفاهم نامه ها و موافقت نامه هایی که با ایران امضا شد در بخش ترانزیت و حمل و انتقالات، باز هم ما در تطبیق و تعهدات و در عمل سازی و تفاهم نامه با مشکلات مواجه شدیم. در کارگاه موزیشی که به کمک انستیتوت ایست ویست ترکیه و به هدف بررسی چالش ها و فرصت های اقتصادی در افغانستان را اندازی شده بود، گذشته از اشتراک شمار از آگاهان اقتصاد اروپا و امریکا، نمایندگان شمار از کشورهای کمک کننده و کشورهای همسایه نیز شرکت داشتند. زبیح الله جهانمل، طلوع نیوز، استانبول، ترکیه. خبرهای ورزشی را همکارم سمیر رسا تقدیم میکند. سلام دوستان، به چند رویداد ورزشی خوش آمدید. روح‌الله نیکپا و نثار احمد بهاوی از سوی یک شرکت خصوصی برای ادای فریضه حج عمره به عربستان سعودی فرستاده خواهد شد. این شرکت خصوصی برای 14 ورزشکار برتر کشور مدال‌های طلایی نیز داد. در قرعه‌کشی که از سوی یک شرکت خصوصی وارد کننده مشروبات غیر الکلی برای به دست آوردن چانس حج عمره راه اندازی شده بود، 10 تن برنده این قرعه‌کشی شدند. در حالی که ورزشکاران در بسیاری از بخش‌های کشور با مشکلات زیاد روبرو هستند، شماری از ورزشکاران تشویق ورزشکاران را از سوی شرکت‌های خصوصی و بازرگانان ستایش می‌کنند. پس تمام تجارای ملی ما که در عرصه ورزش زیادتر توجه کنند، تشویق کنند ورزشکارای خود را، به خاطر که اونا واقعا زحمت و تلاش زیاد میکشند و امکانات بسیار کم دارند در دستشان و بدون شک چهره اصلی افغانستان را به جهان نشان میدهند. به خاطر رشد و تشویق گسترش ورزش در کشور، اینه به خاطر قهرمانیای بیشتر، یک انعکاس بسیار مثبت و مؤثر است. آنان از سرمایه‌داران و بازرگانان کشور میخواهند که در کنار نهادهای ورزشی برای از میان برداشتن مشکلات ورزشکاران کمک کنند. قرعه‌کشی مرحله نمایندگی رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا انجام شد. در این قرعه‌کشی دو تیم فوتبال اسپانیایی در برابر دو تیم فوتبال آلمانی قرار گرفتند. تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا در برابر بایرن مونیخ آلمان قرار گرفت و رئال مادرید اسپانیا در برابر بورسیا دورتموند دیگر تیم آلمانی قرار گرفت. دیدارهای رفت روزهای 23 و 24 اپریل و دیدارهای برگشت روزهای 30 اپریل و اول می برگزار خواهند شد. در همین حال قرعه‌کشی دیدارهای نمایندگی رقابت‌های لیگ اروپا برگزار شد. بر اساس قرعه‌کشی دیدارهای نمایندگی لیگ اروپا، تیم‌های فوتبال فنرباخچه ترکیه با بنفیکا پرتغال و اف سی بازل سوئیس با چلسی انگلستان مساف خواهند کرد. دیدارهای رفت روز 25 اپریل و دیدارهای برگشت روز 2 ماه می برگزار خواهد شد. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می‌کند. فردا کابل هوا نیما آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9. مزار شریف هوا نیما آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 19. کندهار هوا نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14. جلال آباد هوا نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. هرات هوا نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. از توجهتون به خبرهای این ساعت تشکر. خدا نگهدار.